کاوه مدنی استاد سیتی یونیورسیتی نیویورک مهمان من در برنامه امروز هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه ما. شما 8 سال پیش در نشریه اقتصاد اکولوژی در یک مقاله ادعا کردید که رسیدن به یک توافق اقلیمی امکان پذیره. حالا بعد از 8 سال آیا هنوز همون حرف رو میزنید؟ آیا فکر میکنید در گلاسکو میشه به چنین توافقی دست پیدا کرد؟ باور دارم، فکر میکنم که حداقل توافق پاریس که 2 سال بعد از نگارش اون مقاله یه بحث برانگیز انجام شد، نشون میده که توافق ممکنه. اما به توافق رسیدن لزوماً معنیش این نیست که ما میتوانیم مشکل رو به راحتی حل بکنیم. ما توافقهای بین المللی زیادی داریم در موارد مختلف مربوط به زندگی انسان از حقوق بشر گرفته تا توافقهای مختلف محیط زیستی. اما اونچه که مذاکرات رو سخت میکنه، از جمله مذاکرات در حال حاضر در گلاسکو رو، بحث عملی یاتی کردن حرفهای قشنگی است که سیاستمداران زده اند. توافق ممکنه در این نشست حاصل بشه، سخت گفتنش. اینکه در رویداد در واقع G20 چیزی در واقع صادر نشد، یک پیام عملیاتی صادر نشد برای جهان و رهبران کشورهای ثروتمند نتوانستند یک برنامه عملیاتی پیشرو بدن قبل از اجلاس، یک مقدار ناامید کننده است. اما همچنان تلاش محققین، فعالان، سیاستمداران اینه که بتونن حداقل این کشورها رو ملزم بکنن به پرداخت آنچه که در 2015 شاید توافق شده در قراردادهای گذشته و مذاکرات گذشته توافق شده بود سرش، و اون ارائه خدمات در واقع 100 میلیارد دلاری به کشورهای در حال توسعه است، برای اینکه بتونن تو این مبارزه همراه باشن، خودشون رو تجهیز کنن و میزان گازهای گلخانه‌ای رو کم بکنه، و در واقع برای اینکه جهان بتونه حد اکثر افزایش دما رو واقعا روی 1.5 درجه تنظیم بکنه، که هر تا این لحظه چیزی بعید و غیر اجرایی به نظر میرسه. شاید حداقل روی کاغذ بتوان در این نشست این رو عملی کرد. فشار زیادی هست روی سیاستمدارا برای این کار. دکتر مدنی، مثل بسیاری از همایش‌های قبلی، بسیاری از سیاستمداران، فعالان محیط زیست و دانشمندان به همایش میان، اما بعد سرخورده از همایش برمیگردن. به نظر شما بزرگترین موزل برای حل مشکل گرمایش جهانی چیه؟ میگن به انگلیسی talk is cheap، حرف مفت زدن آسان است. بین حرف‌های قشنگ و اجرا تفاوت بسیار زیاده. اینکه سیاستمداران بیان بگن که می‌خوایم این موضوع رو حل بکنیم ساده است، اما همونجوری که من هم در موقعی که این فرصت رو داشتم سخنرانی بکنم صحبت کردم، ما انقدر راجع به این در واقع حاشیه‌ها و ظواهر غرق در صحبت و جشن گرفته رو پایکوبی میشیم که یادمون میره یک مسیر اجرایی نیاز برای رسیدن به اون اهدافی که تنظیم میشه و در واقع سیاستمداران اونها رو خلق میکنن، و از جمله سیاستمدارانی که بعد از چند سال خودشون دیگه در این مذاکرات نخواهند بود. مانع اصلی اینه که هر تغییری در جهان پول میخواهد، نیاز به منابع مالی دارد، نیاز به انتقال دانش، تکنولوژی، منابع مالی و ظرفیت سازی در دنیای در حال توسعه داره. یک بحثی به نام عدالت و مسئولیت تاریخی مطرح میشه. کشورهای در حال توسعه اصرار دارن که کشورهای توسعه یافته که خودشون عامل این قضیه هستن، حداقل از لحاظ میزان گازهای گلخانه‌ای که از انقلاب صنعتی تا کنون انتشار داده اند، بیان احساس مسئولیت بکنن و بپذیرن که مسئولن، و اگر میپذیرن که مسئولن پس بیان خسارت بدن یا حداقل
تسهیل بکنن فرایند تغییر رو. اما خب این کشورها هم مسائل داخلی خودشون رو دارن و مقاومت میکنن در مقابل پرداخت، اصرار دارن که بعضی از کشورها از جمله فرضاً کشور ایران که متمول محسوب میشه نسبت به خیلی از کشورهای دیگه، خودش تقبل کنه این هزینه ها رو. خب که طبعاً این حس نابرابری باعث میشه که سیاستمداران بجنگن، کمان که در بحث های دیگه هم، توافق های دیگه هم که نتایج برد برد به ظاهر هستند، به دلیل اینکه کشورها احساس میکنن سهمشون از اون راه حل برد برد منصفانه نیست، یا هزینه ای که باید برای اون اجرا کردن راه حل برد برد بکنن منصفانه نیست، سر باز میزنن از اون رو، عملا باخت باخت میشه نتیجه حاصل. دکتر مدنی، بسیاری همایش گلاسکو را آخرین فرصت میدونن. اینجا یک سالن هم به عنوان آخرین فرصت نامگذاری شده. چه چیزی به نظر شما این نشست رو متفاوت میکنه از نشست‌های قبلی؟ آیا باید منتظر اتفاق مشخصی در این همایش باشیم؟ چند تا موضوع هستن که مهم میکنه این داستان رو. یکیش خودش همین داستان میزبانی نشست در یک کشور توسعه یافته که دوست داره یک نقش رهبری رو به دست بیاره. همین داشتن نقش رهبری در این داستان خودش ارزشمنده، کما اینکه در 2015 هم دیدیم که فرانسه تونست یک نقش محوری رو بازی بکنه. نکته دیگر مهم اینه که آقای ترامپ دیگر رئیس جمهور آمریکا نیستن. آقای بایدن با یه سری قول اومدن وسط به میدون و گفتن که در واقع آنچه که آقای ترامپ کرده رو از بین خواهند برد، بر میگردن به توافق و حالا باید با یک انرژی بیشتری ثابت کنن که میتوانن نقش محوری داشته باشن و آمریکا در واقع جزی از این تغییرات خواهد بود و کاری خواهد کرد. نکته دیگر که بسیار مهمه اینه که این مذاکرات به تعویق افتاده بود به خاطر بحران جهانی کووید 19 که اقتصادها رو تحت شعاع قرار داده. حالا بعد از یک تأخیری کشورها، فعالین، محققین انتظار دارن که یک اتفاق بزرگ بیفته. یک نکته دیگر هم این هست که بعد از چند سال که در واقع برنامه‌هایی برای رسیدن به توافق پاریس فرستاده شده بود به دبیرخونه، باید بازنگری بشن، برنامه‌های جدید تدوین بشن و یک فرصتی است برای اینکه یک تغییر شگرفی در اون در واقع برنامه‌ها رخ بده و کشورها برنامه‌های جدید خودشون رو جایگزین بکنن برای که بتونن اهداف رو اجرایی تر بکنن. ضمن اینکه درک ما نسبت به گذشته عوض شده، امروز از همون 1.5 درجه هم بسیار میترسیدیم، در حالی که در سال 2015 بحث بزرگی داشتیم سر توافق بر سر در واقع حد 1.5 درجه یا 2 درجه و خیلی از دانشمندان اون روز از 2 درجه هم شاید میشه گفت نمیترسیدن. امروز با دیدن اتفاقات در گوشه و کنار جهان میبینیم که حتی با 2 درجه هم فاصله داریم. برنامه هایی که کشورها خواستن عملی کنن به هیچ جایی خلاصه نرسونده جهان رو و گازهای گلخانه‌ای رو به رشد بوده انتشارشون و خیلی از کشورها همراهی هم نمی کنن، از جمله روسیه و چین که کماکان سفت در واقع در موضعشون ایستادن و همراهی نمی کنن. خب اینها همه در کنار هم این نشست رو خاص میکنه، کما اینکه بعضی اون رو آخرین بهترین فرصت در واقع تلقی کردن و نام نهادن برای اینکه بشه یک تغییر بزرگی رو رقم زد. اما اون تغییر سخته در حالی که بسیاری از رهبران جهان درگیر مسائل داخلی اقتصادی هستند. بسیاری از کشورها هنوز با موزل کووید 19 دارن کلنجار میرن و مشکلات عدیده مختلفی در جهان ناشی از در واقع این بحران‌ها در بخش سلامت و اقتصاد در واقع رقم خوردی که کشورها رو درگیر کرد. دکتر